کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند بسم الله الرحمن الرحیم با عرض ادب و سلام خدمت بینندگان عزیز با یکی دیگه از برنامه امامت از دیدگاه عقل با گرایش حسر عقلی در خدمت عزیزان هستیم و کماکان انتظار ما اینه که ما رو همراهی کنید با ایمیل هاتون و با پیامک هاتون و نظریات عقلانی و انتخاب های خودتون رو هم آنچه که به نظر عقل مجرد هست و هم آنچه که در بناع اقلا هست با ما همراه باشید حتما از نظریات شما عزیزان استفاده می کنیم و از مبانی فکری و نظریتون در برنامه استفاده خواهد شد در بحث امروز به یکی دیگه از معیارهای امامت از نظر شیعه میپردازیم شیعه میگوید امام باید به جمیع زبانها لسانها به جمیع لغات و به جمیع لحجه ها حتی منطق حتی زبان حیوانات زبان پرندگان زبان ماهیان دریا به زبان جمیع موجودات کرات و کهکشان ها آگاه باشه به زبان آنها سخن بگوید و بتواند با آنها در ارتباط باشه این مبنا در روایات متعدد شیعه و در سیره اهل بیت اثبات شده است ام سلام الله علیهم اجمعین و شخص خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم با حیوانات مختلف سخن گفتن مراجعات حیوانات در دسته های مختلف از پرندگان از وحوش از حشرات از جنبندگان از خزندگان در معجزات پیغمبر در مدینه المعاجز در کتب معتبر شیعه در اصول کافی حتی در کتاب های دم دست شیعه مثل منتحل آمال که سیره زندگی اهل بیت رو بیان کردن عربی مارمولکی رو سید کرده بود آمد خدمت پیغمبر گفت من به تو ایمان نمیارم تا اینکه این مارمولک به تو ایمان بیاره و وقتی مارمولک رها کرد روی زمین پیغمبر صداش زدن یا زبیه یا زبیه همونطور که فرار میکرد برگشت نگاه کرد به پیغمبر پیغمبر فراد من انا من کیم به زبان فصیح عربی اون مارمولک با پیغمبر سخن گفت و این یک بخش متقابله که ما میگوییم امام کسی است که بتواند ایجاد زبان در کسانی که قادر بر نطق نیستن بکنه یعنی اضافه بر اینکه خودش به زبانهای مختلف سخن میگوید اون حقیقت ناطقیت که فصل ممیز انسان هست و خصیصه انسان هست او رو در کسی که ناطق نیست ایجاد بکن ای یکی از مرحله بحث نطقه بحث تکلم به لغات به زبان فسیح عربی گفت السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا نبی الله السلام علیک یا محمد ابن عبدالله اشهد انک رسول الله و انک خلیفت الله فی ارضه اون وقت بخ... اون مرد عرب گفت من کمتر از مارمولکی باشم و به پیغمبر وعده داد بر میگردم به سوی قوم خودم قوم من چهار هزار نفرم همه آنها رو مسلمان خواهم کرد پیغمبر به او وعده دادن اگر قوم تو مسلمان کنی هشتاد شطر سرخ مو به تو جایزه خواهم این مرد عرب وقتی برگشت که پیغمبر از دنیا رفته بودن ابوبک اون کودت های آنچنانی را بعد از شهادت پیغمبر انجام داده بر منبر پیغمبر نشسته بود و وقتی که پی مراجعه کرد که پیغمبر چهار هزار نفر رو به من وعده داده اگر مسلمان کنی هشتاد شطر سرخمو به تو هدیه خواهم من تمام قومم و مسلمان کردم اونقدر از محمد تعریف کردم و بیان کردم که تمام قومم مسلمان شد آمدم وعده خودم و قرار خودم رو بگیرم ابو گفت یه دونه شطر سرخمو در تمام جزیرات العرب وجود نداره من چطور هشتاد تا به تو بدم گفت تو خلیفه پیغمبری ادعای جانشینی پیغمبر میکنی وعده های پیغمبر رو خلیفه او باید انجام بده این وعده پیغمبر به منه ای هم شهادت دادن که راست میگه پیغمبر چنین وعده ای رو به او داد ابوبکر مون سلمان دست پیرمرد رو گرفت آورد محضر امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام او علی امیرالمؤمنین فرمود به همه مدینه اعلام کنید فردا بیان کنار کوه احد تا من هشتاد شطر سرخ مو وعده پیغمبر رو به او عطا کنم آن وقت امیرالمؤمنین همراه امام حسن و امام حسین در جمع مردم مدینه که کنار احد حاضر شده بودند حاضر شدن صحنه زیبا و بزرگی بود جمعیت فراوان کوه احد امیر به امام حسن فرمود حسنم این عصای پیغمبر بلند شد دورکت نماز بخون و بعد از نماز با این عصا به کوه بزن کوه شکافته خواهد شد و هشتاد شتر سرخ از دل کوه بیرون خواهد آمد و این وعده ای که پیغمبر به کسی می وعده خدا خواهد بود و ان الله لا یخلف المیعاد این ارتباط که وعده پیغمبر وعده خدا باشد بعد از پیغمبر یکی رو میخواد که این ارتباط با خدا رو داشته باشه یقینا آبروی خدا نره چون وعده های پیغمبر وعده خداست و الله لا یخلف المیعاد یه قانونه امام حسن دور کد نماز خوندن عصای پیغمبر رو به کوه احد زدن کوه شکافته شد مثل قاری پدیدار شد مهار شطوری ظاهر شد امام حسن به این مرد عرب فرمودن مهار شطراتو رو بگیر شطراتو دونه دونه بشما وقتی حرکت کرد هشتاد شطر سرخمو از دل کوه بیرون آمد صدای تکبیر مردم مدینه بلند شد این مبنا که امام باید بتواند با همه زبانها و لغات و الفن سخن بگوید و همچنین بتواند حیوانات موجودات جمادات نباتات سنگریزه کوه ابر باد حتی آنها که در نظام جنبندگان نیستند حساس نیستن حیوان نیستن اونها را به نطق وادار کنه یک قانون امامت در نزد شیعه است شیعه میگه اگر امام نتونه به زبانی سخن بگوید اگر امام نتواند به لغتهای مختلف سخن بگوید یا به لحجه های مختلف حرف بزنه ما او رو امام نمیدونیم و اگر امام نتواند در دیگران ایجاد نطق بکنه باز ما او رو امام نمیدونیم سوال من اینه دانشجویان اهل سنت اساتید دانشگاه های الازهر و مکه و مدینه و جهان اسلام امامی که به همه زبان ها سخن بگوید بهتره یا امامی که حتی زبان مادریش رو نمیدونه عمر معنای و سما ذات الحبوک معنای حبوک رو نمیدونه که یک جمله عربی است بسیاری از خلفایی که شما به عنوان جانشین پیغمبر انتخابشون کردین با تقدم و تأخری که حالا در اولیات و دوم و سوم دارن یا در سایر معانی لغات عربی که زبان مادریشون بود نمیدونستن حتی لغات قرآن رو نمیدونستن کدوم یکی بهتره خود شما استادی داشته باشید که به همه زبانها صحبت کنه بیشتر بهش راقبید تو دانشگاهتون یا کسی که فقط یک زبان بلد اگر بخواد در انتخابات به یه رئیس جمهور رأی بدید به رئیس جمهوری که 8 تا 9 تا 10 تا زبان میتونه باش به زبانهای مختلف حرف بزنه بیشتر رأی میدید یا به رئیس جمهوری که احتیاج به مترجم داره امیر المؤمنین علی کسی است که به زبان همه موجودات جهان سخن میگفت حضرت رضا وقتی با غلام رومی به رومی حرف زدند و با غلام ترکی به ترکی حرف زدند و با اونی که فارسی حرف میزد از اهل نیشابور بود و هی سعی میکرد با حضرت با همون لحجه نیشابوری خودش به فارسی سعی میکرد عربی حرف بزنه مثلا حضرت رضا متوجه بشن حضرت شروع کردن به لحجه نیشابوری فارسی با اش حرف زدن متعجبانه تعجب پرسید آقا شما فارسی میدانید فرمودن اگر ندانیم پس فرق ما و شما چیست به چه دلیل شما باید تابع ما باشید کدوم امام بهتره؟ شما نیافتید چنین امامی رو ره افسانه زدید هل یستوی الذين یعلمون و لا یعلمون هل یستوی الاعما و ام هل تستوی الظلمات و نور لا يستبذ الذل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صبي كون سار أليم. صبي كون سار أليم. صبي كون سار أليم. صبي كون سار أليم. سر 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 امیر هر دو جهان تو مقتدای منی نه از قدیر از ازل تو آشنای منی قاب دل حق شد جمال روی ماه تو به جان نقابه شبم فدای راه تو دهم همه هستی به شوق یک نگاه تو ساقی کن سر علی ساقی کن سر علی